مذاکرات مخفیانه آمریکا و ایران در عمان. روزنامه فاینانشال تایمز از دور جدید مذاکرات مخفیانه میان ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان خبر داد. به گزارش ایرنا، تبادل پیام‌ها صرفاً محدود به مذاکرات هسته‌ای است و پیامی درباره تحولات دریای سرخ مبادله نشده است. روزنامه فاینانشال تایمز روز چهارشنبه 23 اسفند از دور جدید مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در عمان خبر داد. بنابر این گزارش، طرفین در این مذاکرات بر سر جلوگیری از حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ صحبت کردند. آمریکا میگوید ایران شبه نظامیان حوثی را تأمین تسلیحاتی و مالی می‌کند، اما ایران ضمن رد این ادعا همیشه تأکید کرده است که نفوذی بر شبه نظامیان منطقه از جمله حوثی‌ها ندارد. طبق نوشته این روزنامه آمریکایی، مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا بعد از 10 ماه توقف مذاکرات هسته‌ای انجام گرفته است. آمریکا گفته است برای متقاعد کردن ایران این مذاکرات محرمانه را انجام داده است تا از تهران بخواهد از نفوذ خود بر حوثی‌ها در یمن برای پایان دادن به حملات این گروه به کشتی‌ها استفاده کند. برت مک‌گرگ، مشاور کاخ سفید در امور خاورمیانه، به همراه آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در مذاکرات محرمانه با علی باقری کلی، معاون وزیر خارجه و مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران، مذاکره کردند. مقامات عمان حامل پیام‌های طرفین به همدیگر بودند و این مذاکرات غیر مستقیم انجام گرفته است. درباره نتیجه این مذاکرات توضیحات بیشتری داده نشده، اما قرار بوده است که دور دوم آن نیز با حضور آبرام پیلی و باقری کنی در ماه فوریه 2024 برگزار شود. طبق نوشته فاینانشال تایمز، ایران ولی به خاطر حضور آبرام پیلی در مذاکرات آتش‌بس اسرائیل و حماس این دیدار را به تعویق انداخته است. یک مقام آگاه از مذاکرات به فاینانشال تایمز گفته است که آمریکا کانال غیر مستقیم با ایران را راهی برای طرح تهدیدهای ایران و راه چاره‌ای برای جلوگیری از گسترش مناقشه می‌داند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر درباره جزئیات دیدار مسقط خودداری کرده، اما گفته است که این کشور کانال‌های زیادی برای ارسال پیام به ایران دارد. خبرگزاری دولتی ایرنا در ایران از قول یک منبع آگاه تبادل پیام میان تهران و واشنگتن را تایید کرد، اما در عین حال افزود که گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا صرفاً محدود در چارچوب مذاکرات رفع تحریم است. به گفته این منبع آگاه که نامش فاش نشده، در این گفتگوهای غیر مستقیم پیامی درباره تحولات دریای سرخ مبادله نشده است.